درود فراوان به همه ایران دوستان عزیز. من آناشید، گوینده اخبار رودست، در خدمت شما هستم. جزئیات سقوط هواپیمای اوکراین از زبان سردار حاجی زاده. ساعت 12 شب اومده اینجا مستقر شده. آماده بوده. اینجا هم فرودگاه امام خمینی هست. و این هواپیما از اینجا که بلند میشه این سمتی که میگیره یعنی اینجا نقطه اصابته. با توجه به اطلاعاتی که به این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده. این بنده خدا این رو کروز تشخیص میده. خب این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها تو اون شرایط ظاهرا سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده، حالا یا سامانهای جمینگ باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، بر ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره و دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره و درگیر میشه، موشک شلیک میشه و هواپیما در واقع تو اینجا مورد اصابت قرار میگیره و حالا مسیری که بعد میگرده و نقطه اصابت به زمین هم در این نقطه است. ترامپ خواستار غرامت 35 میلیارد دلاری از عراق شد. ترامپ هشدار داد در صورتی که عراق نظامیان آمریکایی را وادار به خروج از این کشور کند، باید هزینه سرمایه‌گذاری‌هایی را که ایالات متحده در این کشور کرده است را بپردازد یا اینکه به واشنگتن اجازه دهد همچنان در عراق باقی بماند. ترامپ در ادامه گفت: ما پول زیادی از آنها در اختیار داریم. ما 35 میلیارد دلار از پول آنها در حساب داریم و من فکر می‌کنم آنها با پرداخت مبلغ موافقت کنند. در غیر این صورت ما در آنجا میمانیم. تأسف و عذرخواهی سفیر ایران در انگلیس درباره انتقال مطالب اشتباه در خصوص هواپیمای اوکراین. حمید بیدی نژاد سفیر ایران در لندن در توییتر نوشت: در اظهارات روز جمعه با رسانه‌های انگلیسی، من یافته‌های رسمی مقامات مسئول در کشورم درباره اینکه موشکی به هواپیمای اوکراینی در آن زمان شلیک نشده و اصابت نکرده است را انتقال دادم. من عذرخواهی می‌کنم و برای انتقال چنین یافته‌های اشتباهی متاسفم. %64 مردم جهان به سیاست‌های ترامپ اعتماد ندارند. مؤسسه نظرسنجی پیو نتایج تازه‌ترین نظرسنجی خود را که در کشورهای مختلف جهان انجام شده است منتشر کرد. اعتماد به سیاست خارجی ترامپ همچنان در سطح جهان پایین است. این نظرسنجی که در 32 کشور جهان انجام شد، نشان داد به طور متوسط 64% مردم به اینکه ترامپ در مسائل جهانی تصمیمات درستی اتخاذ کند، اطمینان ندارند. دیگر با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. کره شمالی اعلام کرد که دیگر مذاکره با آمریکا درباره دست کشیدن از سلاح هسته‌ای نخواهد کرد. برنامه ترور فرمانده ارشد سپاه. واشنگتن پست نوشت: همزمان با ترور سردار سلیمانی، آمریکا عملیات محرمانه دیگری علیه عبدالرضا شهلایی، فرمانده ارشد سپاه قدس در یمن، انجام داد که موفقیت آمیز نبود. اقدام موشکی ایران علیه عین الاسد آمریکا را تحقیر و بی‌آبرو کرد. مشاور فرمانده کل سپاه گفت: در عملیات مقتدرانه موشکی ایران، هیمنه و اباحت پوشالی ایالات متحده فرو ریخت و بزرگترین قدرت جهان پس از 70 سال برای اولین بار توسط ایران تحقیر و بی‌آبرو شد. امروز تمامی مظلومین عالم فهمیدند که می شود به راحتی به این قدرت پوشالی حمله کرد و او را عاجز، منفعل و تسلیم کرد. واکنش فرمانده اسبق سپاه به تحریمش از سوی آمریکا.
ناوگان ما در خلیج فارس همچنان یک هدف برای ایران است. به نوشته روزنامه آمریکایی USA Today، با وجود اینکه ایران به تازگی در پاسخ به ترور ژنرال بلندپایه خود توسط نیروهای آمریکایی در بغداد اقدام به موشکباران مواضع آمریکایی‌ها در عراق کرده است، هنوز ناوگان آمریکا در خلیج فارس یک هدف بالقوه برای موشک‌های ایرانی است. نظامیان و تأسیسات آمریکایی مستقر در منطقه اکنون به دلیل سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران بیش از هر زمان دیگری در خطر حمله قرار دارند. ایران به تهدید نیروهای آمریکایی ادامه خواهد داد. ممنونم که با ما همراه بودین. اگه به بخش خبری ما علاقه‌مند هستین، کانال دوم رودست رو سابسکرایب کنید. پاینده باشید.